سلام به همه شما رفقای گلم. سعید حمیدزاده هستم، مربی رسمی AFC، مربی بدنساز فوتبال و آنالیزور فوتبال. توی این ویدیو میخوام بهتون 4 تا فاکتور بسیار مهم رو بگم که مربیان فوتبال به شما نمیگن و وقت اینو ندارن که توی تیم تازه با شما این 4 فاکتور رو کار کنن. 4 فاکتوریه که خودتون باید روش کار کنید و توی این ویدیو میخوام این 4 تا فاکتور رو بهتون بگم. پس برو بریم. قبل از اینکه بریم سراغ اولین فاکتور، یادتون باشه که حتما ویدیو رو ما لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. خب اولین فاکتوری که میخوام بهتون بگم دوپا بودن بچه ها. بازیکنی که دوپا باشه دو هیچ از بقیه جلوتره. دوپا بودن در پاس دادن، سانتر کردن، دریبل کردن و حتی شوت کردن. گاهی اوقات در یک سری از موقعیت ها مجبور میشی که دو تا از اینا رو با هم ترکیب کنی، مثل دریبل و شوت، که مجبوری دوپا باشی. بخوام یه مثال بزنم، بازی دیشب النصر رو مثال میزنم که کریستیانو رونالدو توی یه موقعیت همینجور که توی تصویر میبینید توپ کشید و با پای چپش شوت زد. روبروی رونالدو همونطور که حالا داخل عکس داری میبینی 3 بازیکن بود. اگر میخواست همینو شوت بزنه قطعا توپ برخورد میکرد، با پای بازیکن حریف برمیگشت و ضد حمله میزدن. اما رونالدو این صحنه به خاطر دوپا بودنش میاد، یه سرتوپ میزنه، 3 از بازی خارج میکنه و با پای چپ شوت میزنه. یعنی توی این موقعیت گلی که رونالدو زد دوپا بودن نجاتش داد. پس حتما این مورد رو در تمرینات خودتون در نظر بگیرید که با هر دوتا پاتون کار کنید و تقویتش کنید. و اینم چند تا از نتایج هنرجوام هستش که خدا رو 100,000 مرتبه شکر همشون بازیکنای دوپا شدن در دوره تخصصی ستاره شو پلاس. مورد دوم، تمرینات اختصاصی پیشگیری از آسیب و تقویت ربات و تاندون ها هستش بچه ها. یکی از مهمترین مسائلیه که هر فوتبالیست باید رعایت کنه. خیلی از تیما بازیکنانی که سنشون میره بالا رو دیگه قبول نمی کنن. دلیلش هم اینه که احتمال آسیب اون بازیکن میره بالاتر، یا بازیکنی که اگر یک فصل بره داخل یک تیم بازی کنه ولی اون فصل مدام آسیب ببینه رو نمیخوان. چرا؟ چون که سرمایه‌گذاری کردن برای بازیکنی که هنوز اونقدر آماده نیست و یه جوری پول دادن به این بازیکن ریسکه. پس این مورد هم بسیار مهمه که روی تقویت ربات‌ها، تاندون‌ها و مفاصل خودتون هم کار. حالا جالبه بدونی که هنرجویی که دوره آموزشی ما رو ثبت نام می‌کنن، دوره پیشگیری از آسیب و تقویت ربات و تاندون‌ها هم از من هدیه می‌گیرن. مورد سوم، بازیکن موقعیت ساز و موقعیت یاب بودنه. یه بازیکنی مثل ارلینگ هالند که مهاجم نوک است، با جایگیری خوبش میتونه یک بازیکن موقعیت یاب باشه، و یه هافک خوب مثل مارتین اودگارد میتونه یک بازیکن موقعیت ساز بشه. اگر حالا شما بازیکنی باشی که هر دوی اینا رو با هم دیگه داشته باشی، 3 از بقیه بازیکن جلوی، مثل لیونل مسی که هم بازیکن موقعیت سازی است و هم موقعیت یاب. و اما فاکتور چهارم، باهوش بودن و تصمیم گیری سریع در بازی هستش بچه ها. خیلی از مربی ها دنبال بازیکنانی هستن که با کمترین ضرب بازی رو به جلو انجام بدن. برای اینکه شما بتونید با کمترین ضرب بازی رو به جلو انجام بدی، خب خیلی مهمه که با کمترین تاش بخوای بچرخی، پاس بدی و یا حتی یک پاس گل بدی. بسیاری از هافبک‌های خلاق، بازیکنان باهوش، سعی میکنن با آگاهی محیطی که میگیرن، با اسکن کردن فضا، اسکن کردن بازیکن خود، اسکن کردن بازیکن حریف، تصمیم خودشون قبل از دریافت توپ بگیرن تا وقتی توپ رسید بهشون خیلی سریع بازی رو به جلو انجام بدن. ولی خیلی از شماها اینطوری هستید که تازه توپ میاد زیر پاتون، تازه فکر میکنید که باید چیکار کنید. دلیل اینکه خیلیاتون تو بازی هول میشیدن دقیقاً همینه که زودتر تصمیم نمیگیرید، و بسیاری از مربیان همچین بازیکنانی رو هیچ وقت تو تیمشون راه نمیدن. چرا؟ چون که به تیم لطمه. اما خب غمت نباشه رفیق، بریم که یه نمونه تمرین فوق العاده بهت بگم برای بازیکن موقعیت ساز شدن و تصمیم گیری سریع. خب بچه‌ها، این تمرینی که میخوام بهتون بگم تمرین بسیار ویژه است که خودم طراحی کردم، که با یه تیر چند نشون میزنیم، چند تا فاکتور رو با هم دیگه تقویت میکنیم. مثل چی؟ اول از همه آگاهی محیطی، اسکن و تصمیم گیری سریع. 4، لمس توپ. و 5، انواع چرخش ها. حالا بریم تو کار، متوجه این نوع تمرین میشید. شما وای میسید روبروی یک دیوار، یا یه یار روبروت وای میسه، یه یار پشت سرت. اگر 2 بودید خب میتونی وایسی روبروی دیوار،
پاس بده من و یه یارم وای میسه پشت سرت. پاس میدم پشت سرمو نگاه میکنم، مجدد پاس پشت سرمو نگاه میکنم، هر رنگیو نشون دادم بازیکنی که وسطه میچرخه و از دور مانه میاد و برمیگرده دوباره پاس. بریم امیرعلی. چی؟ آه ماشاءالله سری چرخش از اون مرش خوب بود. ببین تماما به بود آگاهی محیطی تصمیم گیری سریع باری کلا یه مقدار استقبال توپم بری بهتر میشه. خب رفقای گلم، امیدوارم که روی این چهار مورد حسابی کار کنید، در اولویت تمرینیتون قرار بدید. هر سوالی داشتید با من، هر مشاوره‌ای که به من نیاز داشتید میتونید به این آیدی و این شماره در تلگرام پیام بدید تا راهنماییتون کنم. خیلی دوستتون دارم، نظرتون رو راجع به این ویدیو کامنت کنید و اگر مشکلی در فوتبال دارید هم که با ایدی تلگرام بگید. تا ویدیو بعدی، فعلاً.